مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران میگوید امنیت کشورها وابسته به امنیت افغانستان بوده و جهان مجبور است با امارت اسلامی تعامل کند. همزمان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در مراسم مناسبت گرامی داشت از 104مین سال روز استقلال کشور از جهان میخواهد تا به عوض زورگویی با امارت اسلامی تعامل کند. در همین حال برخی مقام های امارت اسلامی تأکید دارند که کشورهای اشغالگر در 20 سال پسین تمام زیربناهای افغانستان را از بین بردند و حالا جهانیان به بهانه های گوناگون ایجاد چالش برای امارت اسلامی اند. همچنان تأکید امارت اسلامی بر تعامل مثبت با جهان. همزمان با 104مین سال روز استقلال کشور، عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران میگوید جهان مجبور است تا با امارت اسلامی تعامل کند. به گفته او امنیت کشورهای جهان وابسته به امنیت در افغانستان است. که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاقو نه پاک وي، د نورو مشکلاتو نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکوي، د بل چا نه نشي کولی. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاسته راتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بالاخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوږدوي. همزمان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم به مناسبت گرامیداشت از 104مین سال روز استقلال کشور از جهان میخواهد تا به عوض زورگویی با امارت اسلامی تعامل کند. به گفته آقای حقانی، امارت اسلامی به همه تعهدهایی که در دوحه کرده بود پابند مانده است. او دنیا ته موږ دا پیغام ورکوي چې موږ همیشه لپاره او د تاسو نه که ځان ازادي اخیستې ده، خو د خپل د ځان د نقصان محاسبه مې د تاسو سره نه ده کړې. اخر دا عدالت انصاف دنیا ته هم پکار دی چې نور په افغانانو باندې دوی خپله زورواکي خپله بدمشي نه وازمویي، دوی د نیک تعامل د افغانانو سره اختیار کړي، نیکه لاره د اختیار کړي. اوس هم دا د افغانانو همت ته چې په دوی کالو کې الحمدلله موږ کوم پرمختګونه لرو، دا د بل چا په منافعو د بل چا په مټو باندې نه دي، دا د افغانانو په خپل همت او عزم باندې. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران هم در این مراسم تاکید دارد که کشورهای اشغالگر در 20 سال پسین تمام زیربناهای افغانستان را از بین بردند و حالا به گفته ای او جهان به بهانه های گوناگون در صدد ایجاد چالش برای امارت اسلامی اند. اشغالگران هیچ افعال سوئی که نبود در اینجا انجام نداده باشند. مقدسات ما را توهین کردند. قرآن کریم را در بیت الخلاها انداختند. در مراسم عروسی بمبارد کردند. زراعت ما را از بین بردن، زیربناهای ما را از بین بردن، مدارس ما را بمبار کردن. اسلامی امارت ده خپلواک او مشروع نظام په حیث د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اسلامی شریعت قربینا پر سالم اړیکو باور لري، او لکه څنګه چې هیڅ کله چاته د ظلم او ضرر رسولو اراده نه ده کړې، له نورو هم هیله کوي چې داسې پالیسی غوره کړي چې د ټولو په خیر او فلاح تمامیږي. با این حال امارت اسلامی همچنان در اعلامیه تاکید کرده که خواهان رابطه سالم با تمام کشورهای جهان بر بنیاد شریعت اسلامی است.